نداری. چندلر داداش چیز کن. حالا وقتشه. باب زمان شما شروع شد و اگه زمانتون به صفر برسه تمام پولاتون که اینجاست فوراً آتیش میگیرن. تک تک این 500,000 دلار واسه تون آتیش میسوزه. اگه بخواین این اتفاق نیفته باید با هم همکاری کنید. خیلی ساده است. دستاتون رو بذارید روی اون اسکن. سلام. خوش اومدین بچه‌ها. امیدوارم که حال دلتون خوب و عالی باشه. اومدیم با یه ویدیوی جدید مستر بیست. اونم اینه که دو نفر رو گیر انداخته، میخواد 100 روز تو پراگا نگهشون داره و کلی چالش‌های هیجان انگیز داره. نمیخوام بیشتر از این وقتتون رو بگیرم. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموشتون نشه. دوستان به نظر شما اگه شما بودید 100 روز دووم میآوردید برای 500,000 دلار، من 5 سالم دووم میآوردم. اونم برای 500 دلار؟ 500,000 دلار. 500,000 دلار. بریم برای ویدیو. من به تازگی این پناهگاه رو ساختم و این دو نفری که اصلاً همدیگر رو نمیشناسن قراره 100 روز این پایین زندگی کنن. چشمنداتون رو بردارید. آقا ایشون رینه، رین ایشون سلام. اون هم واسه اولین باره که همو میبینن. و این پناهگاه اتمی قراره خونش میگم یه موقع اینا برای اولین بار همدیگه میبینن 100 روز تو اونجان شیطونی نکنن رین رو نمیدونن. دیگه 100 روز با هم رفیق میشن. سه تا سه نفری بیان بیرون. هر چیزی که واسه زندگی تو 100 روز آینده نیاز داری تو این پناهگاه هست. جان. حتی خودتون میتونید سبزیجات پرورش بدید. لطفاً دنبالم بیاین، اتاق خوابتون از این طرفه. 12 متر زیر زمین. وایسا ببینم چی گفتی؟ یه دونه تخت این طرف داریم، یه دونه این طرف و از همه مهمتر این شما و این 500,000 دلارتون. رفیق اینا واقعی هست. اگه جفتتون 100 روزو بمونید مال شما میشه، ولی حتی اگه یه نفرتون بره هیچ چیزی گیرتون نمیاد. من نمیذارم تو بری. دیگه بردن 500,000 دلار با خودتونه. وای. پول خیلی زیادیه. خیلی خوب، ببینیم 100 روز دووم میارن یا نه. مهر و بومش کردن، درم بستن روشون، دیگه نمیتونم برگردن. ولی اگه یه نفرشون هم گفت بخواد اینجا رو ترک کنه، هیچ کدومشون پول بهشون نمیرسه. آی دوتاشون کلم یکیشون مثلا بگه من دیگه خسته شدم میخوام برم، پول هیچ گیره ایشونشون نمیاد. دوتاشون با هم 100 روز بعد بمونن. تازه دوتا غریبن که اصلا هم دیگرم نمیشناسن. حالا با هم آشنا میشن. آره سه تا نشن. باورم نمیشه اینجایی. عجیبه نه؟ انگار اینجا خونه جدیدمونه. دقیقاً. و تو هم خونه جدیدم. 100 روز قراره این موها آفتابو نبینن. وقتی میتونیم خودمون سبزی بکاریم، یعنی واقعا قراره بمونه. فعلا که دارن خوب با هم کنار میان، ولی متاسفانه این وضعیت قرار نیست ادامه دار باشه. تو خیلی بیشوری. تو یه حیونایی، ازت خوشم نمیاد. هی! هی! داریم برای اولین شب حاضر میشیم. امیدوارم از تخت نیافتیم پایین. شب بخیر هوگو. شب بخیر رین. صبح بخیر. این که نمیتونم بفهمم چه ساعتی، خیلی اذیتم میکنه. ما دیروز این موقع حتی همدیگر رو نمیشناختیم. راست میگی. اما الان داریم با هم صبحونه درست میکنیم. با اینکه این دو نفر تازه با هم آشنا شدن، برای بردن 500,000 دلار باید با هم همکاری کنن. اما طبق معمول همیشه قرار نیست بهشون آسون بگیریم. اون چیه اونجا؟ به نظرم یکم مشکوکه. اصلا همونطور که دیدید با هم دیگه در آینده دعواشون میشه و این یه چیز عادیه. آره ما هم زیادی دعوا میشه. دو نفری که با هم میرن زیر سقف دعواشون. چرا این جعبه ها قفلن؟ نمیدونم واقعا، اینجا یه چیزایی هست که ما ازشون خبر نداریم. این دکمه رو میبینید؟ نکن بچه، این قراره شرایطو به شدت براشون سخت کنه، ولی خب تو روز دهم ازش استفاده میکنی. البته اگه سر رفتن حوصله زودتر کارشون رو نسازه. امروز چی کاری؟ میخوام گیتار زدن یاد بگیرم. وقتی خودم میتونم رادیو باشم چه نیازی به رادیو هست؟ ایوای. صد روزه میخوام اسپانیایی یاد بگیرم. امروز سومین روزمون تو پناهگاهه. آره چالش که تموم شه بدنمون هم رو فرمه. تو آدم محبوب جدیدم تو این دنیایی. تو هم بالترین آدمی هست که این پای میشناسم. چی گفتی؟ از روز چهارم سختیه زندگی با یه غریبه داشت کم کم خودش نشون میداد. یه چیزی بگم، دیشب بد خورخور میکردی. شرمنده. خوشگیر میذاشتم خوب بودا، ولی اشکال نداره. اگه رین منو اذیت کنه این بد جور میترسونتش. این منظره بیرون پناهگاهمون. ای اینجا رو ببین، همش چیز خاکه. اما از اونجایی که انصراف دادن به معنای باختن 500,000 دلار بود، مجبور بودن با هم کنار بیان. میخوام سالاد درست کنم. من خیلی حوصله‌ام سر رفته. امروز میخوایم با کنسرو صندلی بسازیم. من هوگو چهارم شدم. آره حالا کم کم میگذره به 100 روزم ببینیم میرسه. البته 100 روز میشه 3 ماه و 10 روز. سه ماه خودش هم کلی وقته. یه دقیقش هم یه پولش میارزه. فکر کن رفتی 3 ماه سر کار، 500,000 دلار میشه 250,000 دلار نفری. آره فقط هم بخور بخوابه، ولی خب حوصله سر میره. میخوای بزنی بیرون. حالا خوبه دو نفر با هم هن. اون یکی مرده که ویدیوشو گذاشتم تو کانال 100 روز تنها بود چی؟ بیمه و این زندگی ما تو پناهگاهه.
وقتی به روز دهم رسیدیم وقتش بود که من وارد بشم. وای اون جیمی خب انگار خیلی داره بهتون خوش میگذره، وقتش یکم اذیتتون کنیم. این ور اون ور اتاق دو تا جعبه وجود داره. آره اینو قبلا دیدی. فکر میکنید چی توشه؟ یه دکمه؟ آره دکمه. او خدای من، یه اسکنر دست و اون طرف هم یه اسکنر دیگه داریم. آها و نکته دیگه این که یک دقیقه بیشتر وقت ندارید. چندلر داداش چیز کن، حالا وقتشه. خب زمان شمار شروع شد و اگه زمانتون به صفر برسه تمام پولاتون که اینجاست فوراً آتیش میگیرن. تک تک این 500 هزار دلار واسهتون تو آتیش میسوزه. اگه بخواین این اتفاق نیفته باید با هم همکاری کنید. خیلی ساده است، دستاتون رو بذارید روی اون اسکنر. همونطور که میبینید تایمر متوقف شد. در واقع هر روز سر یه زمان نامشخص تایمر فعال میشه. گفتی هر روز داره؟ بله هر روز. اگه بریم تو همون چی؟ ببین دشمن به کتفم هم نیست میخوای چیکار کنی. حتی اگه یه بار خراب کنید جفتتون دست خالی میرید خونه. باورم نمیشه. ببینم چه میکنید. باورم نمیشه. ببینم چه میکنید. وای خدای من. دیگه نمیتونم راحت بخوابم. هیچ وقت. آره. تا سه روز دیگه. یه بارم سوتی بدیم کارمون تمومه. باید تختامون رو بیاریم این پایین. باشه. هنوز حس میکنم سینم سنگینه. خوبه روزی یه بار فعال میشه ولی بده که زمانش مشخصه. دروغ نمیگم. استرسم خیلی بیشتر شده. همش این ترس باهامه که اون دکمه رو هر لحظه ممکنه فشار بدن. آی خدای من، رین پاشو خیلی استرس گرفتم. پاشو زود باش. وای خدای من، قلبم آره. افتاد کف پام. خوبه خیالمون راحت، امروز دیگه قرار نیست فعال بشه. بعد از هشدار روزانه هوگو رین وقت آزادشون رو صرف مطالعه و یاد گرفتن کار کردن با اینجا باشگاه هیوله هاست. برو پایین دوتا دیگه برو. راستشو بخوای به نظر میاد نیت کردن هر جور شده این پولو ببره. اما برای آزمایش همکاری گروهیشون یه روز ساعت 6 صبح رفتم تا هشدار رو روشن کنم. ببینیم چند مرده حلاجه. یا خدا برو زود باش. نه خدایی سری بوده. اما هاگو رین فقط واسه هشدار زرنگ نبوده. اونا تونستن زیر 13 روز سورپرایزی که زیر کفوشا قایم کرده بودم رو پیدا کنن. اون یه درپوشه؟ باورم نمیشه. حتما یه چیزی اون زیر هست. بازش کن. با ویدیوهای تقلبی مستر بیس شروع شد. تو شما نمیدونستی دیر اینجا شکلاته. به تو نگفته بودن این درا رو برید واکنید شکلات پیدا کنه. نه دیگه اینا دارن کنجکاوی میکنن. انگار اینجا یه دنیای دیگه از کلی از اینا اینجاست. و حالا که خوشمزه ترین شکلات دنیا هم به کمکشون اومده، هوگو رین 100% مصممن که پولشون از سوختن نجات بده. و با هر روزی که میگذشت اونا به بردن این 500 هزار دلار نزدیک تر میشدن. شاید اونا بخوان ما کم بیاریم ولی ما پوزشو میزنیم. از اینجا به بعد هر 10 روز بهشون یه پیشنهاد ویژه میدم. امروز روز 20مه. نولان صدامو داری؟ آره. دکمه رو بزن. شما جوری خودتون رو وفق دارین که هر بار در عرض چند ثانیه پول رو نجات میدید و باعث شد به این فکر کنم که به نظرتون یه دقیقه زیاد نیست. اصلا به نظرم خیلی هم مناسبه. آره. خب نظرتون با این چیه؟ من 50,000 دلار دیگه به این استخر جوایزتون اضافه میکنم که کل پولتون بشه 550,000 دلار. اگه بذارید این یه دقیقه زمانتون رو بکنم 30 ثانیه. خوب بهش فکر کنید باشا. چون تو 80 روز آینده شما فقط 30 ثانیه وقت دارید و اگه حتی یه بار اشتباه کنید به جای 500,000 تا 550,000 تا میسوزه. یا خوب فکر کنید پای پول زیادی وسطه. الان میخوایم زمانو کمتر کنیم و اوضاع برای خودمون سخت‌تر کنیم. 50,000 دلار ارزششو داره؟ نمیدونم. ما هر بار زیر دستانی خودمون رو رسوندیم. به نظرم میتونیم. باید قبول کنیم. باشه پس انجامش میدیم. انجامش میدیم. از این به بعد این تایمر از 30 ثانیه شروع میشه. نالان پولا دارن میان. اینم 50,000 دلاری که بهتون قولشو داده بودم. امیدوارم سرش نبازید. حس میکنم تصمیم احمقانه گرفتیم. نه دیگه الان دیگه نباید اینو بگیم. در واقع اونا تصمیم خیلی خوبی گرفتن. اونا حتی یه بارم نشد که نتونن زیر 10 ثانیه به اسکنر برسن و پولشون رو نجات بدن. رین قلقه این هشداره دیگه دستمون اومده. الان دیگه خیلی حوصله‌مونم سر نمیره. خب روز 30مه، بریم ببینیم میتونیم سخت‌ترش کنیم یا نه. امروز روز 30مه، براتون یه پیشنهاد دیگه دارم و میخوام به جای گفتنش نشونتون بدم. بزن دکمه رو. چقدر ساکته. پیشنهاد من اینه 50,000 دلار به پولاتون اضافه میکنیم که جایزتون به 600,000 دلار برسه. به جاش وقتی زمان شما شروع میشه هیچ صدایی دیگه. دیوانگی محضه و این خیلی خطره. خیلی به جاش وقتی زمان شما شروع میشه هیچ صدایی نمیاد. وقت دارید راجبش فکر کنید. آره
اما نمیتونیم زنگو پس بگیریم. اگه این آخرین پیشنهاد پولی باشه چی؟ الانش هم 550 هزار دلار داریم که تونستیم ازش محافظت کنیم. این کافی نیست؟ اینطوری از الان به بعد باید شیفت وایسیم تا وقتی چالش تموم شه. واقعا اینو میخوای؟ آه چقدر پول اینجاست. خب بچه ها تصمیم گرفتید یا نه؟ حاضرید 50,000 دلار به جایزتون اضافه بشه ولی صدای هشدار رو قطع کنم؟ با اینکه خیلی دوست داری نمیتونی. ردش میکنیم. آره واقعا میتونید باش تسلا بخرید. همین الانش هم میتونیم تسلا بخریم. میتونید بیشتر تسلا بخرید. جا پارکشو ندارم. خیلی خوب میبینمتون دیگه. حالا کیشو خدا میدونه. میبینمتون البته. شاید باورم نمیشه گفتیم نه. جیمی بهمون 50,000 دلار پیشنهاد داد. کی اینو رد میکنه آخه؟ رین نگفتم به اون همه پول درد داشت. بالاخره باهاش کنار میاد. مطمئنم تصمیم درستی بود. اونا در تلاش برای از دل هم درآوردن کل غذا رو جابجا کردن تا یه نقاشی دیواری واسه تیم جدیدشون مشت و سوراخ بکشن. پسر ترکوندم. آره خواهش میکنم. اما کافی نبود چون هاگو از اینکه بیشتر کارا رو اون انجام میده ناراحت. مثل غذا دادن به ماهیا و تمیز کردن آکواریوم. خیلی حال به هم زنه. چه و نگهداری از باغچه تا همیشه سبزیجات تازه داشته باشن. ممنونم. اگه هاگو نبود چی کار میکردم؟ سقط میشدی. تازه بیشتر آشپزیا رو هم هاگو خودش تنهایی انجام میده. و از اونجایی که روزی 3 وعده غذا میخورن این یعنی هاگو بیشتر از 100 وعده غذا درست کرده. وای تو مثل وافل هاوس شخصی منی. نمیدونم چی اسم کنم. فوشه. تنش بین اونا در حال زیاد شدن بود و این وسط پیشنهاد جدید منم قرار نیست کمکی کنه. قبل از اینکه بریم تو برین اون چیزی که میک میزنه رو بیارید. نولان؟ خیلی بی‌تربیت. اون دستگاهی که پولا رو میک میزنه. واسه شروع روز 40م. آی چندلر چیز کن دیگه. چندلر و تاره قلن از روی زمین 100,000 دلار از این پولو میمیکن بره. البته هنوز نباختینش. شروع کردیم. داره میکشه. تا 10 دقیقه آینده یکی از شما میتونه با اون 100,000 دلاری که بچه‌ها میکیدن بره خونه‌شون. نفر مقابلم حذف نمیشه. اما این به این معناست که شما رفیق نیمه راه شدید و همراهتون باید 60 روز تو تنهایی بمونه تا اون 400,000 دلار رو ببره. اگه کسی میخواد بره الان وقتشه. شاید من برم. همه کارا رو من انجام میدم. آشپزی ها با منه، نگهداری از گیاه ها با منه. حتی با بد گیتار زدن هم تو رو سرگرم میکنم. فکر کنم من برم بهتر باشه. نه نمیتونی بری. خوبم میتونم. ما قرار بود گروه مشت و سوراخ باشیم. ما از پسش برمیایم رفیق. زود باش. پس روحیه مشت و سوراخت کجاست جون دل؟ اگه میخوای به پیشنهاد بعدی بله بگی منم بله میگم. اصلا هر جا هاگو بخواد قول میدم. حس میکنم اونو انصراف بده. خب کسی میخواد 100,000 دلار پولو بذاره عقب ماشینشو همین الان بره خونشون؟ من میگم نه. متاسفم. اما میمونم. آره دور کنی دیگه میشه خودت برم. من برم اون 100,000 تا رو بذارم سر جاش. 10 روز دیگه میبینم اتون. با اینکه هر دوشون تصمیم گرفتن بمونن، دو دلی هاگو هنوز توی این رابطه حس میشد. یه جورایی حسم شبیه کسی بود که همدمش داره باش به هم میزنه. نکنه باید میذاشتم بره. هاگو میخوام با هم رو راست باشی. تو یکم عجیبی. تو هم برای من زیادی ساده و معمولی. من هیچ مشکلی با معمولی بودن ندارم. من دوست ندارم معمولی باشم. باشه اما این حرف زننده. میدونی تو خیلی بیشوری. چرا اینو بهش گفت؟ اونطوری سرم داد نزن. دیگه اوضاع داره خیاری میشه. شک دارم دووم بیاره. توی 4 روز آینده هاگو رین به ندرت با هم حرف میزدن که خب اصلا برای ویدیومون خوب نیست. بنابراین تصمیم گرفتم با تغییر یه سری چیزا اوضاع رو عوض کنم. چی شد؟ اون شبیه یه اسکنر دیگه است. دارن یه آدم دیگه میارن؟ این بدترین کابوس منه. اصلا نمیخوام به یکی دیگه اعتماد کنم. اما خیلی زود متوجه میشیم قضیه از چه قراره. خیلی زود. اوز احوال. سلام جیبو. این نردبونم دهن ما رو. خب یه دوست براتون آوردم. چشاتون رو ببندی. کسی که یه چیزایی راجع به زندگی تو جای عجیب میدونه. این شما و این رایان. سلام. خیلی خوب. تو واقعیت قدت خیلی کوتاه‌تره. حرف بعدی بود. اینجوری میخوای باش اومده که دیگه رابطه اینا رو با هم دیگه خوب کنه. آره دیگه اینجوری با هم دوستشون کنه. موشو گرم کنه. آره جاشو گرم کنه. اینجوری میخوای باش دوست بشی؟ اون قراره 50 ساعت آینده پیشتون بمونه. خیلی عجیبه. حالا که تو هم وارد بازی شدی قضا بلا بود. اشکال نداره. باید مثل هاگو رین قوانین رو رعایت کنی. من فقط سر راه هم. بیا اینو هم بپوش. بهت میاد. دقیقاً 50 ساعت دیگه 50 روزتون تموم میشه. رایان تا اون موقع پیشتون میمونه. خوش بگذر. بایسا جیمی نرو. بدرود دوستان.
سلام بچه ها. چطوری؟ تو هوگویی؟ هوگو. منم رایانم. رایان لیلیشس. خیلی خوشبختم. منم از دیدنت خوشبختم. همخونه های جدید. بچه ها دارم میلرزم. الان یکم استرس دارم. متاسفانه من یادم رفت کوله پشتی رایانو چک کنم. یه چیزی براتون آوردم. بیخیال. بیانسه. آره درسته. خب وقتشه که دکمه رو بزنیم. اما میخوام سب کنم حسابی از اسکنرها دور بشن و بعد دکمه رو بزنم. آقا من این سارا میرم دستشویی. باشه برو. اون ره بره میره دستشویی. من واقعا نمیتونم تصور کنم که این دو نفر حدود 50 روز اینجا موندن. هوگور این از هم خوششون نمیاد و تموم کردن این چالش 100 روزه براشون واقعا مصیبته. میخوام بدونم شماها اغلب زمان روز رو با هم صحبت میکنین؟ آره. بعد از یه روز وقت گذاشتن با این دو نفر فهمیدم دلیل اصلی بودنم اینجا اینه که مطمئن شم هوگور این به روز صدام میرسم. پس امروز ما میخوایم امتحان دوستی بگیریم. امتحان دوستی؟ جدی میگی؟ اولین امتحان اینه که روح همدیگر رو 60 ثانیه نگاه کنیم. باورم نمیشه. خب بچه آماده این؟ 3 2 1 بریم. موفق شده. این آخرین سواله. رین، چرا میخوای به خاطر هوگو ببری؟ این یه فرصت خیلی خوب برای اونه. اون طرفدار دو آتیشه مستر بیست باید ببره. اون آدم خیلی درستی رو انتخاب کردن. کاملا درسته. هوگو به هم بگو تو چرا میخوای به خاطر رین ببری؟ میدونم خانواده‌اش چقدر بهش کمک میکنن و بهش قابلیت انجام هر کاری رو دادن. اون واقعا میخواد برای والدینش جبران کنه. من میخوام بهش کمک کنم زندگیشو بهتر کنه. همینطوره. الانه که گریه کنه. وای خدایا. لطفاً هر دوتون یادتون بمونه که علاوه بر خودتون دارین این کارو به خاطر همدیگه انجام میدین. 100%. و این پول مال شما. امتحان دوستی کامل شد. ممنون. با حضور رایان به نظر میومد همه چیز خوب شده و وقتی به روز پنجم رسیدیم میبینم پارتیش کردین. اون حتی با مستر بیست شوکل کیک ساختن که مسلماً خوشمزه. روز پنجم. مردای شما فوق‌العاده هستین. بیا ببینم. متاسفانه 50 ساعت رایان تمام شد. مجبورم ازت بخوام اینجا رو ترک کنم. اولین چیزی که بیرون این پناهگاه میبینم صورت نولانه. ببین دیگه ما چی میکشیم. خب حالا که رایان رفت به نظرتون پیشنهاد روز پنجم چیه؟ من شخصا فکر میکنم چون نصف راه اومدی میخوای زمان نصف کنی. خیلی هم بیرا نگفت. پیشنهاد من اینه در ازای هر ثانیه‌ای که از این تایمر به من بدید من $5,000 به پولتون اضافه میکنم. خوشم اومد. پیشنهادو که شنیدی 10 دقیقه وقت داری. به نظرم 10 یا 15 ثانیه. این خیلی خطریه. خودت گفتی اگه بمونم میتونم به هر چالشی که میخوام بله بگم. 10 ثانیه خوبه؟ با 10 ثانیه موافقم. پس همه قد کم میکنم. خب چی شد؟ ما میخوایم 10 ثانیه از زمانی کم کنیم. من برم پولو بیارم. مرسی جینی. اینم از پوله. $600,000. خب حالا که $50,000 دیگه هم اضافه کردیم وقتشه تو این پناهگاه تنهاتون بذارم. 10 روز دیگه میبینم اتون. میبینم ات جیمی. خدافظ جیمی. رسیدیم روز 51. این اولین روزمونه بدون رایان. این پایین خیلی ساکته. برای اولین بار هشدار 20 ثانیه‌مون رو تجربه کردیم. راستش یکم ترسناک بود که دیدیم زمان انقدر کم بود. ترسناک بود. بدون حضور رایان و راهنمایاش رابطه ی هوگو و رین دوباره داشت از تعادل خارج میشد. میخوام یه چیزی روشن کنم هوگو. ما شارژر رینو نداریم. پس فقط من از این استفاده میکنم. من یا آهنگم گوش نکنم. من همه چی بهت دادم. یکم از آناناسام خوردی. همه ی قهوه ها رو میخوری. الانم که داری مربا رو میخوری. باشه بابا. انگار نه انگار دارم دستامو میذارم روی اسکنر که $300,000 نگه دارم. تو پناهگاهی که همینجوری شم کوچیکه. هوگو مجبور شد یه کم حریم شخصی واسه خودش جور کنه. زیر زمین یه انباری هست که تبدیلش کردم به یه غار تنهایی دنج. ورود دختران ممنوعه. خوراکیام، کتابام و مبلم هم آوردم. نقاشی کردن با موزیک خیلی کیف میده. میخوای بیای تو غار دنجم با هم بشینیم؟ رای. بعد خیلی دختر خودخواه. توجه کردی اینقدر دختر خودخواه خوب نیست. همون روز اول از بیورزگی پسرت بلند شو برو غذا درست کن بیار. آره غذا خودشو درست میکرد بعد بیار اونم درست نمیمون دیگه. اونم مجبور میشه خودش برای خودش غذا درست کنه. بی ترمیاتا حساب کن غذا درست کنی دخترا. بی ادب غذا درست کنی.
چه روزا تنش بین هوگو و رین باعث شد اشتباهای خیلی بدی انجام بدن. میرم به ماهیا غذا بدم. صبح بخیر ماهیا، وقت غذا خوردنه. رین! رین! اومدم! بادا دیگه! دارم میام! رین! خیلی طولش دادی، زود باش! اصلا دلم نمیخواد به خاطر سر به هوا بودن رین 300,000 دلار رو از دست بدم. دارم کم کم زندگی عادیمو فراموش میکنم. اینقدر تو پناهگاه خوابیدم که حس میکنم زندگی تو دنیای عادی وجود خارجی نداره. انگار توی چرخه معیوب گیر افتادم. اما در نهایت هوگو و رین موفق شدن هر جوری شده نذارن من پولشونو بسوزونم. بنابراین تو روز 60 رفتم ببینم میتونم به طمعشون بندازم یا نه. ببینیم کی دکمه رو فشار میده. من بردم. بابا. وای، چیزی نمونده بود. من میخوام راستش یه چیزی بندازم پایین. میشه لطفاً برید عقب؟ آخ جون. خب پیشنهاد روز 60 من اینه که من این 50,000 دلار رو بهتون میدم اگه حاضر باشید روزی 3 دکمه رو بزنید به جای 1 تا آخرین روز چالش. وای خدای من. راحت باشید. اشتباه. کاملا اشتباه، به خصوص وقتی این دوتا برای هم اصلا جور نیستن. اون یکی یک کار دیگه میکنه، یکی یک کار دیگه میکنه، یکی یه جا دیگه است، اونم یه جا دیگه است. حداقل وقتی یه بار زنگ میخوره بعد اون زنگ تا فردا خبر نیست. دستشویی آره. میتونی بری، حموم میتونی بری، ولی این زنگ نمیدونی دوباره تا 3 باید بخوره. این 3 هم میخوره معلوم نیست کجا. بعد تازه 15 ثانیه بیشتر هم وقت ندارن، به خصوص دختره خیلی کنده. پسر واقعا میخوام این کارو بکنم. خیلی کار باحالیه. اما نمیدونم اگه پشت هم فعال بشه چه اتفاقی ممکنه بیفته. واقعا این که ایداله. نمیدونم. خب این 50,000 دلار رو من باش چه کنم؟ میخواید بزنمش به حسابتون یا نه؟ نه. جدی میفرمایید؟ پس من زحمتو کم میکنم. فکر کنم انتخاب درست. خیلی بابت انتخابمون معذب بودیم، اما دلمون نمیخواد به جاش یه مدت درسته. طولانی معذب باشیم. 40 روز زمان خیلی طولانی. هوگو این بیشتر از 60 روز پیش وارد پناهگاه شدن. با شروع روز 61 فصل بهارم شروع شد و استراب رفقامونم رو به افزایش بود. یه جوری از بیدار شدن و موندن توی فضای کوچیک دیگه خسته شدم. این شده روتین جدیدمون و واقعا دیگه خوش نمیگذره. دیگه دلم نمیخواد کتاب بخونم یا چیزی بنویسم. حس نقاشی هم ندارم. همه کاری که قبلا باحال بودن الان رو مخ. اونا بیشتر از 66 روزه که دارن با هم زندگی میکنن، اما به نظر میاد که هوگو ترجیح میده بیشتر وقتشو تنهایی بگذرونه. من میرم تو غار تنهاییم یکم کتاب بخونم. تو کل روز داشتی کتاب میخوندی؟ فکر کنم رین از حجم مطالعه‌ای که دارم یکم ناراحته، اما من دیگه دلم نمیخواد بیام این بالا و پازل درست کنم. چی شد؟ 2 ثانیه دست از خوندن کشی؟ فکر کنم بهتر باشه برم کتابشو قایم کنم. اینجور که بوش میاد اگه رین بخواد توجه هوگو رو جلب کنه باید خودش وارد عمل بشه. تو کتابمو قایم کردی؟ من کتابتو قایم کردم؟ نه. میدونم داری سر به سرم میذاری، اما یه دسته کتاب دیگه اونجا دارم. فکر میکردم اونجان. یکم فکر کن. اون داره آزارم میده. باور کن این راست میگم. خیلی از این کارش ناراحتم. برگشتم به پیشنهادی که جیمی تو روز 40 بهمون داد. میتونستم قبولش کنم، اما گفتم نه چون پول بیشتری میخواستم. دیگه کاری که شده نمیدونم چیکار کنم. میدونم چاره ای ندارم چون تصمیم گرفتم بمونم. نمیدونم دووم بیارم. من مستر 20 دلش داره پسر سوخته. آخه دختره واقعا اذیتش داره میکنه دیگه. پسر اصلا کار به کارش نداره، خیلی هم هواشو داره. از شنیدن حسرتی که تو صدای هوگو موج میزد تصمیم گرفتم تو روز 70 یه پیشنهاد بهش بدم که نتونه رد کنه. و مثل همیشه اول باید دکمه رو فشار بدیم. گیگی داداش بسیش. چی کار کردی؟ هرکی زودتر من بزنه. اوضاع احوال خوبه؟ اینجا چطوره؟ قبل از اینکه پیشنهاد روز 70 رو بدم باید از هم جدا بشید. هوگو تو برو اون بالا، رین تو هم برو پیش پوله. وقتشه دیوارو به پا کنیم. این پرده بهم استرس میده. چه خبره؟ چی قراره بشه؟ کارل بی زحمت برو پول و بیمیک بالا. 200,000 تا رو میمکم. ما داریم 200,000 دلار از این 600,000 دلار رو میمیکیم بره بالا. و درست مثل پیشنهاد قبلیم اگه کسی بره میتونه این 100,000 تا رو با خودش ببره. فکر کنم من برم. نه نمیتونی. یه نفر میتونه همین الان بره خونشون. پیشنهادو برگردوندی؟ بلی، تو میتونی خیلی راحت همین الان پولتو برداری و بری خونه. تازه رینم حسب نمیشه. خوبه. اما برعکس روز 40 این بار از هم جداتون کردم تا نتونید جلوی رفتن همدیگر رو بگیرید. البته اگه میخواید برید.
سخت شد. وای جیمی، چرا داری سختش میکنی؟ میتونی یه جورایی داری بهش لطف میکنی. خلان به جای 300,000 تا که هر نفر میبرید اگه بمونید، اون میتونه 400,000 تا ببره. پس با رفتن داری بهش کمک میکنی. آره بهش 100 تا اضافی میدم. آره نمیدونم، اما حس میکنم ممکنه بره. نمیدونم اگه دست رد به سینه 200,000 دلار بزنم بعدن خودمو میبخشم یا نه، و نمیدونم سالشو میبازم یا میبرم. من داشتم با 100,000 تا میرفتم، این دو برابر اونه. یادتون باشه اگه پیشنهاد رو قبول نکنید باید یه ماه دیگه اینجا بمونید. دلتون واسه خانوادتون تنگ نشده؟ واسه خورشید چطور؟ و مهمتر از همه، نمیخوای طرف مقابلت 100,000 دلار پول بیشتری ببره؟ هن؟ میره یا نه؟ من میگم دوتاشون نمیرن، اونا پولو میخوان، احتیاجش دارم. وگرنه همه براش تلاش نمی کردم، پسر همه براش سختی نمی کشید، دخترم که اصلا کلن زکا بلش کنه، اصلا بی خیال شو، هرس همو در برده. 4 3 2 آخرین فرصت واسه 200,000 دلار پول تضمین شده. 1 اومدم پایین. امکان نداره هنوز مونده باشه. من الان این پرده ها رو میندازم تا ببینیم کی مونده و کی رفته. هیچ کدومتون نرفتی. وای هیچ کدومتون نرفتی. وای بچون هیچ کدومتون نرفتید، این 200,000 دلار رو هم میذاریم سر جاش. 10 روز دیگه میبینم اتون. من به 200,000 دلار نگفتم. شوکه شدم که نرفتی. امیدوارم بعدن افسوس نخوری، چون نمیخوام چیزی راجبش بشنوم. در واقع اون پول تنها چیزی بود که کنار هم نگرشون داشت. دیگه انجام دادن این کار برام مهم نیست. بعضی وقتا سخت‌ترین بخش این چالش خاموش کردن زمانگیر نیست، بلکه زندگی با یه نفر دیگه است، به خصوص وقتی انقدر پرتوقعه. میشه برام مرغ درست کنی؟ برام تخم مرغ همسره درست میکنی؟ به نظرت وقتی کار تموم شد میتونی یه سوسیس تخم مرغ بزنی؟ دیگه خیلی داره اذیتم میکنه. از اینکه هر روز دارم همه این کارا رو میکنم خستم. بعدم نمیاد بره این کمک کنم، اما این دیگه خیلی زیاده. اگه جیمی الان میومد پایین و بهم 10,000 دلار پیشنهاد میکرد، احتمالاً قبول میکردم. زندگی کردن با رین دیگه برای هاگا غیر قابل تحمل شده بود. رین حتی سعی نکرد سبزیجاتو از خراب شدن نجات بده. میشه این آبای گندیده رو خالی کنی؟ نمیخوای یکم بهم کمک کنی؟ نه خودت تنهایی میتونی. واقعا نمیدونستم. من برات چرخ و فلک میزنم. چه فضاحت. نمیدونم چرا، اما از رین خواستم موهامو کوتاه کنه و معلومه تو این یکی هم گند زد. خراب کردن موهای هاگا باعث شد که دیگه کاسه صبرش لبریز بشه. دلم میخواد برم. خب برو، همه پول اینطوری میسوزن و هر دومون دست خالی میمونیم. معلومه که حال هر دوشون خرابه. بیا ببینیم پیشنهاد بعدی من حالشون خوب میکنه یا اوضاعو بدتر میکنه. میخوام ازتون یه سوال بپرسم و اگه درست جواب بدید تا 10 روز آینده دکمه رو نمیزنم. 10 روز مرخصی دارید. 10 روز آزادی عالیه. اما اگه اشتباه جواب بدید 5 ثانیه از تایمرتون کم میشه. وای فکر کنم میدونم دقیقاً چی میخوای بپرسی. سوالمون اینه که آیا مستر بیست شکول خوشمزه تره یا اون شکلات سگی ها؟ معلومه دیگه مستر بیست شکول. معلومه دیگه مستر بیست شکول. آسون بود نه؟ تو 10 روز آینده من دکمه رو نمیزنم، میتونید راحت بگیرید بخوابید، چون روز 90 قراره روز سختی باشه. رین زن خور. خدای دوباره میبینمت. میگم اجالتم بیا اینو بپوشم. راست میگه رفیق، 10 روز دیگه میبینیمت. با وجود تمام تنشی که بین این دو نفر بود، گویا از بین بردن هشدار باعث شد که بتونن یکم بهتر با هم کنار بیان. حالا که زنگی نداری میتونیم هر کاری خواستیم بکنیم. قرار این کارو بکنیم. منو امروز دونات. رین گفته بود اصلا آشپزی و شیرینی پزی بلد نیست. همخونه ایم که اونجا سر دونات درست میکنه رفقا. خیلی هم خوبن. جاتون خالی. مرسی هوگو. خیلی خوب. اینم از دوناتا. امتحان میکنیم. دونات با روکش مستر بیست شکل. خدای من. مستر بیست شکول عالیه. بچون مستر بیست شکول تونست رفاقتشون رو نجات بده، بقیه روزا مثل برق و باد گذشت. اونا از زمان بیشتری که داشتن استفاده کردن تا برای روز 90 آماده بشن. کاری که باید بکنیم آماده شدن برای روز 90. بیا با هم یه طرحی بریزیم و مطمئن شیم توش میبریم. به هوگو گفتم زمان بگیره و ما از جاهای مختلف پناهگاه بودو هم سمت اسکندر از تایمر رایان استفاده کردیم. برا 261. باشه برا 4900. خب خوبه هنوز زیر 5. برا 387. 357. باشه 339. روز 90 تا 100 قراره یه جنگ تمام عیار باشه. یا سرسخت باش یا برو خونه. من سرسختم چون نمیخوام برم خونه. زمانی که فایده نداره. بازم سخته. کلی هم تمرین کردن و 10 روز دیگه مونده میرن دیگه. حالا برای به نفری 50,000 دلار بیشتر ارزشش نداره. دیگه 600,000 دلار پوله. به نظرم اینجوری دیگه دارن طمع میکنن.
ببینم چی میشه. این روز 90 دوباره برمیگرده، اما بعد از این همه تمرین از پسش برمیاد. وقت پایین آوردن علامته. دوباره اومد. خب رسما وارد روز 90 ام شدیم که این یعنی باید بعد از 10 روز دکمه رو فشار بدیم. دکمه زنتون برگشت، دلتون تنگ شده بود؟ به طرز عجیبی کماره. خیلی خوب، دارم میام پایین. این 100,000 دلار که قراره به جایزتون اضافه بشه همین الان، اینجوری مبلغ جایزتون به 700,000 دلار میرسه و در ازاش میخوام بهتون وقت بیشتری هم بدم و به جای 20 ثانیه بهتون 1 دقیقه زمان بدم. اما از این به بعد وقتی دستتون رو اسکن میکنید تایمر دیگه ریسیت نمیشه و باید اون 1 دقیقه که دارید و تا آخرین روز چالش فکر دستشویی بود. منم فکرشویی اگه من باشم تو پلاستیک همونجا میشاشتم و دستشویی میکنم درسته گره میزنم زن همون با. حالا شاشیدن رو یه کارش میشه کرد، ولی پی پی رو چه کارش میشه کرد؟ تو پلاستیک بعد درسته گره بزنم از دوم جلو همون میشه. 1 دقیقه که دارید و تا آخرین روز چالش نگه دارید. باشه، 1 دقیقه وقت دارید روش فکر. تو چی میگی؟ یه جورای ترسناکه، اما این پول خیلی زیادیه. آره اینم هست، ما هر بار به طور میانگین زیر 5 ثانیه رسیدیم. کاملا اینجا. درسته. پایم. خودشه. سرسخت باش یا برو خونه. ما تصمیممونو گرفتیم. خب چه تصمیمی گرفتید؟ ما انجامش میدیم. مطمئن؟ آره. جنس فروخته شده پس داده نمیشه. من بغلم. سرسخت باش یا برو خونه. چون الان داریم برای 700,000 دلار می جنگیم و فقط 60 ثانیه وقت داریم، باید یکم دکوراسیون عوض کنیم. ما مدل پناهگاه و جوری تغییر دادیم تا فقط 1 فوت از اسکنر فاصله داشته باشیم. حتی غذاهامون هم گذاشتیم این گوشه. ما 90 روز این تو بودیم و همه چی به این 10 روز بستگی داره. ببینیم چطوری میتونیم از جایی که نشستیم زنگو خاموش کنیم. بی 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 بی. 1 یا 10 خوبه. این عالیه. عملا هر ثانیه مهمه. از ترس اینکه ما هر لحظه امکان داره دکمه رو فشار بدیم، این 2 نفر تمام روز پیش اسکنرها بودن تا مطمئن شن آماده ی هر چیزیه. او خودشه. شانس آوردیم. حالا این سریع ترین واکنششون بود. آره. اونا رفتن بخوابن، ولی نمیدونستن وقتی ساعت از 12 بگذره یه روز جدید حساب میشه و فقط کافیه صبر کنیم تا خوابشون ببره. اینا خواب بودن، ولی 2 ثانیه هم بیشتر طول نکشید. متاسفانه گول نخوردن، ولی من میدونستم که بالاخره مجبورن از دستشویی استفاده کنن. بنابراین منتظر موندم که تا جای ممکن از اسکنرها دور بشن. رنگ بودو. عالی بود، پروازکنان اومد یا دمت گرم. خیلی خوب، فکر کنم دیگه بتونیم بریم دستشویی. ببخشید. بله؟ برگرد اینجا. نرو اونجا. برگرد اونجا. نه. اینجا. اجازه نداری یه قدم بریم و برتر. ای بابا. بودو. لعنتی کند بود. دیگه اجازه نداری بری دستشویی. واقعا میخوام این تنها زمان 5 ثانیه‌مون برای خاموش کردن زنگ باشه. یعنی فردا دستشویی قدغنه؟ باید تا وقتی که زنگ خورد و خاموشش کردیم نگهش داریم. میخوام یه خط رو زمین بکشم تا حد و حدودش رو بدی که تا کجا میتونه دور شه و از کجا نمیتونه دورتر شه. این خطه. شاید قانون دستشویی نرفتن رینگ یکم سختگیرانه باشه، ولی این قانون هوگو رو تا چند روز رو غلطک نگه داشت. اما روز 98 هوگو دوباره برگشت به عادت‌های قدیمیش. چقدر طول کشیدین یکی؟ 6 و 1 صدم. هوگو، تو از حد 6 ثانیه هم رد شدی. چرا؟ تا جایی که تونستم سریع دویدم. طولانی ترین زمانی که صرف کردیم تا زنگو خاموش کنیم دلیلش دستشویی رفتن تو بود. متوجه نمیشی؟ واقعا متوجه نمیشی؟ دیگه اجازه ندارم برم دستشویی. یعنی؟ هوگو، با این بازی اما من که باش بازی نمی کنم. رفتم با دشوی. وجود این همه تنش هوگو از فرصت استفاده کرد تا نظرشو بگه. رین رفته دوش بگیره و این آخرین باریه که فرصت دارم بهتون بگم نظرم در موردش چیه. بدون سانسور. اصلا دوران آسونی نبود، چون اولش باهاش غریبه بودم و ما دوتا آدم کاملا متفاوت بودیم. واقعا نمیتونستم آدم بهتری برای انجام این کار داشته باشم. خوشحالم که همراه با کسی اومدم اینجا که مثل من انقدر دوست داره ببره و کسی که منو هر روز مجبور میکنه بهترین خودم باشم. بابا عجب حرفای قشنگی. قرار نبود حرفامو بشنوی. واقعا ازت ممنونم، انگار تو این چالش خیلی به هم نزدیکتر شدیم و یه جورایی انگیزه یه همدیگه برای بردن شدیم. آره، هر کاری که من اولش میکردم مثل این بود که اصلا هیچ کدوم گوش نمیدادین.
اما وقتی با هم آشنا شدیم دیگه آره. مسئله فقط بردن نبود. من اینطوری بودم که میخوام به خاطر تو ببرم و تو هم میخوای به خاطر من ببری. روز صدام. من قراره واسه آخرین بار برم این پای. مگه اینکه یه نفر ما رو با بمب اتم بزنه. تمام 100 روز گذشته واسه رسیدن به این لحظه بوده. حاضرید؟ آره آره آماده ایم. مطمئن؟ آماده ایم. کارل! بله؟ بزن دکمه رو. ای وای. این آخرین هشداره. خیلی دارید طولش میدین. بزن بریم. آره بریم. زود باشی دیگه مسخره بازی بسته. هوگو بزن دیگه. خرابش نکنی. هوگو بزن دیگه. خیلی خوب. تموم شد. 100 روز گذشته. میتونید برید بالا. این فوق‌العاده است. بالاخره میتونن بعد از 100 روز خورشیدو ببینه. آره! بچه ها! چقدر دلم براتون تنگ شده بود. همونطور که قول داده بودم 350,000 تا خدمت شما و 350,000 تا هم برای شما. میبینم اتون. بچه امیدوارم که از این ویدیو لذت کامل رو برده باشین و اینکه لایک، کامنت، سابسکرایب فراموشتون نشه. راستی کامنت هم بذارین به عباس 1000 تایی شدنش رو تبریک بگین. ما که 1000 تایی هنوز نشدیم. امیدوارم و همکاری همدیگه 1000 تایی هم رد کنیم. بهترود. خداحافظ.